بسم الله الرحمن الرحیم. بازم یه سلامی که به شما سلامتی به بار بیاره، نصیبتان باشه و انواع تابره با دومینش گفتم براتان. در بعضی سوالاتی که رنج پیدا کرده میتونستیم براتان گفتیم، او قسمت خلا شد. یکی گفته را استیم دومینی دومینه گفتیم درسای گذشته، یک مقدار بیارتان باشه که درسی فعله را صحیح متوجه شوید و بفهمید. در این قسمت انتقال خوبش، انتقال گراف تابع، یعنی یک تابع زمانی که گرافش ترسیم میشه انتقال داده میشه، یک تابع که انتقال داده میشه خب معلومه گرافش انتقال داده میشه. چند حالتک داره؟ شکل عمومی عمومی شد بگم درست بفهمید فکرتان باشه. خب وقتی که انتقال میگم راستی خود از اینه یک بار انتقال شده باره که انتقال ولی مانا از اینه گفته بشینم با. خب یک چیز انتقال بتی، یک چیز از یک جا دیگه میبری، از اینه میگری اینجا میمانی، اینه میگری اینجا میمانی، ایتو انتقال دادی، یکی دیگه ایتو انتقال بتی، بالا میبری پایین میبری. انتقال گراف تابع دو نوع انتقال داره، یکی انتقال افقی است یکی انتقال عمودی. باز انتقال افقی عمودی که میگیم کل گپ کل موضوعات بالای محور ایکس و محور وای بریم باز دوبارهش گپ بزنیم بفهمین. انتقال افقی دیگه است انتقال که سوال در کنکور سوالای جالب داره، انتقال عمودی. این درس در این قسمت ویدیو باید درست بفهمید. انتقال عمودی، انتقال افقی، خب افقی محور ایکس تغییرات میآید، یعنی وقتی که یک تابع عمومی در نظر بگیریم، عمومی یک تابعی که در نظر گرفته میشه خب فکرتان باشه وای مثلا اف ایکس این در این قسمت گفته رسیم. همیشه باز در تابع ها بعضی حالت ها عوض اف ایکس وای نوشته کنین، یعنی اف ایکس اصلا خودش وای هست، محور وای اف ایکس، محور ایکس محور ایکس، خلاص اینقدر گفت. خب انتقال افقی که میشه اف ایکس یک تابع داده شد، یک شرطش هم بگم که باید خب اینجا انتقال افقیش دو حالت داره، دو حالت داره، یکی جزئی اف ایکس خودش باشه، اف ایکس منفی سی باشه. انتقال چه قسم انتقال پیدا میکنه دیگه؟ اف ایکس مثبت سی باشه، یعنی ایکس تغییرات کیامد انتقال افقی است. انتقال افقی یاد نکنین، انتقال محور ایکس، محور ایکس که شد افقی میشه خب معلومه. خب فکرتان باشه ایکس منفی سی که است یعنی سی واحد به طرف راست انتقال پیدا میکنه. به طرف چی؟ به طرف راست، یکی امی تیری که راست شد بفهمین، یکی خب این راست هم نشته کنون دیگه. سی واحد ای به طرف چپ، به طرف چی؟ به طرف چپ، به طرف چپ، به طرف چپ، به طرف چپ. ایکس تغییر آمد، ایکس جمع یک عدد شد، جمع یک عدد شد راست نگید، اصلا ایکس مثبت سی مساوی صفر است که قیمت ایکس منفی پیدا میشه، طرف منفی میره، طرف چپ میره. امیت یاد کنیم ایکس منفی سی، سی واحد به طرف راست، این سی واحد به طرف چی؟ چپ. شرطش هم مقصد شرطش اینجا در نظر نشه کنم، سی باید بزرگ از صفر باشه دیگه، سی یک عدد مثبت باشه. خب اینجا اگر شرطش هم انتقال عمودیش چی تو ببینیم، جزء ای بود اینو جزء بی بگیریم، اینجا جزء سیش اف ایکس، اف ایکس چی بود؟ وای بود، وای جمع یک عدد که شوه، وای جمع یک عدد که شوه، سی واحد به طرف بالا انتقال پیدا. خب این بالا دیگه باشه، این تو هم نشته کنم به طرف بالا. جزء دیش اگر اف ایکس خود اف ایکس که وای است منفی سی شوه، این بار سی واحد به طرف چی انتقال پیدا میکنه؟ به طرف این تو، به طرف پایین انتقال پیدا میکنه. این تو گپه که داره در سوال همین موضوعات هم میارم درست بفهمید. خب سوال اولش خب متوجه باشیم، سوال های خوبش خوبشه، سوال هایی که خیلی مطرح نشته کن فکرتان باشه. وای مسایبه قیمت مطلق ایکس در نظر بگیریم یا تنها ایکس مربع در نظر بگیریم فکرتان باشه. وای مسایبه ایکس مربع باشه، جزء ایش، جزء بیش، جزء سیش، جزء دیش. خب متوجه باشین در گراف، در انتقال گراف تابع شناختن خود تابع مهمه، تابع اصلی کدام تابع هم. انتقال گراف ما کدام تابع را گرافش انتقال میدیم، خود تابع را بشناسیم. خود تابع برای فعلا چی است؟ وای مثلا ایکس مربع است. عین حال اگر به شکل جزئیات این سال چهار جواب نیست، مثلا چهار جز نشه، هر چهار جزش یکی بالا یکی پایین یکی راست یکی چپ هر دوش بفهمید نشته میکنید ببینید. اگر وای مثلا
x برابر مثبت 1 شوه انتقالش به کدام y مثبت x برابر منفی 1 شوه چی میشه y مثبت x مثبت منفی 1 باشه کل برابر انتقالش چطوره y مثبت x مثبت 1 باشه انتقالش چطوره خب ببینید یکی از این حالت خود تابع x برابر جمع 1 شده یک واحد به طرف بالا یک واحد به طرف پایین پایین نه خب منفی شده پایین آمده خود تابع یعنی y این y x مربع y خب یک واحد به طرف بالا یک واحد به طرف پایین f x جمع یک عدد شد بالا f x منفی یک عدد شد پایین x منفی یک عدد شد راست x مثبت یک عدد شد چپ x منفی یک عدد شده خب منفی یک به طرف راست انتقال پیدا کرد یک واحد این به طرف چپ یک واحد انتقال پیدا کرد گرافش را ترسیم کنم خوبش بفابین باز این تو گپ و این تو گپ و این تو گپ خود y مساوی x مربع گرافش اینه تو فکرتان هست خود امی چی هست؟ y مساوی x مربع خب فکرتان باشه این حالی اولیش هم بگم y مساوی x مربع مثبت یک این مثبت یک اینجا امی گراف اینه تو هست این تو بالا می آیا نشته کنیم چه رقم آلی دانه زد اینه تو و این تو امی چی هست؟ y مساوی x خب بفامن نگه خب چه رقم نشته کنم خب y مساوی x مربع خود تابع مقصد یه خود تابع y مساوی x مربع است که با نشته کنیم قبلا این شد جزی ایش نگه جزی بیش x مربع منفی یک واحد پایین میاد هیره این تو در نظر میگیریم فکرتان هست خوب این تو در نظر میگیریم دیگه x مربع منفی یک انتقال گرافش که انتقال بدیم چطور انتقال پیدا میکنه انتقالش دادیم x منفی یک کل مربع را که چی انتقال دادیم یعنی گرافش یک واحد x منفی یک مساوی صفر x یک شد این قسمت میشه گرافش این تو میاد این تو میاد گراف چهارمش باز گرافش این قسمت میاد این تو گرافش میاد خب فکرتان باشه بازیره که میتونید رسم شده فوکس بکنید تمرکز بکنید گراف های چطور ترسیم شد درست بفهمید خلاصه خب یک بار نشته کنم خب چطور نشته کنیم شما یک مقدر خیلی خود x مربع بود اینیش میشه یک واحد که بالا آمده x مربع مثبت یک شد یک واحد پایین آمده اینه دیتو تیر بزنم y مثبت x مربع منفی یک شد این دیگه این خط که است این میشه y مساوی x منفی 1 کل مربع انتقال شده نه این دیگه که طرف آمده نه y مساوی x مثبت 1 کل مربع این تو گرافش است که باید درست بفهمید خب سوال دوم میبینید y مساوی خود تابع اگر قیمت مطلق x باشه خب متوجه باشید بازم چهار جزء نشته میکنم کلی گپاش بگم جزء اش y مساوی قیمت مطلق x منفی 1 باشه خب منفی 2 باشه نه مثبت 2 بگیریم و ترتیب هم تو پیش بریم y مساوی قیمت مطلق x منفی 2 باشه چی تو جزء 3 y مساوی قیمت مطلق x منفی 2 باشه چی تو جزء 10 y مساوی قیمت مطلق x مثبت 2 مثلا این سوال اگر 4 جواب در نظر بگیریم اگر یک تابع که y مساوی قیمت مطلق داده شده اگر گفته شده دو واحد به طرف راست کدامش جواب میشه همین جوابش اگر گفته شد دو واحد به طرف پایین جوابش بی است سوال چهار جواب خوبش گفته میشه اگر دو واحد به طرف بالا گفته شد ای جوابش اگر دو واحد به طرف چپ گفته شد ای دو واحد به طرف چپ همین جوابش دو واحد به طرف راست دو واحد به طرف پایین خب گرافش رسم بکنم درست بفهمید گرافش کجا گرافش هم قسمت نظر بگیریم میشه ها میشه این تو محور x این تو محور چی y این تو یک تو محور x یک تو محور y خود تابع را یک بار خود تابع اصلا چی بود این تو زاویه با 45 درجه اصلا باشه اینجا این تو گرافش ترسیم شد همین چی است y مساوی به قیمت مطلق x یک دو واحد به طرف بالا این یک واحد باشه این دو واحد باشه این دو واحد موازی با ترسیم شده این تو این شد y مساوی به قیمت مطلق x مثبت 2 دو واحد به طرف پایین این منفی 1 باشه این منفی 2 نه دو واحد این تو دیگه این تو این میشه y مساوی به قیمت مطلق x منفی 2 دو واحد به طرف پایین آمده دیگه شو ترسیم بکنیم فکرتون باشه ایمی 2 نه ایمی است x منفی 2 مساوی است قیمت x 2 میشه اینا این تو میشه باز مقصد بالای می میایه دیگه یک زلش این تو میشه هر باشه امرای رنگ سیاه در نظر بگیریم این تو و این تو ایمی تابع است x منفی 2 این تو دیگه چه در نظر بگیریم تابع خط یک مقداری طرف آمده خب این اصلا این تو ترسیم بشید که با این دیگه جور می آمد نه این تو خب همین تو گفتن دیگه یکی چی تو میایه یکی دیگه چی تو میره دو آیت این طرف اصلا این منفی یک این منفی دو این تو
این تو خب خلاصه میته دیگه بفهمید ای تابعه است وای بسابه قیمت مطلقه x منفی مثبت 2 دوایت به طرف چپ انتقال پیدا کرده گرافش هم براتون ترسیم کردم درست فهمیده باشید. خب یک دو مثال دیگه هم بگم. از این مثال گفتم، از مثال قیمت مطلق گفتم، یک دو مثال دیگه عمل میکنیم. باز بس انتقال گراف تابعه. یک از سوالایی که در کنکور آمده یک سوال از اول بکنم درست بفهمید به شکل سوال 4 جواب، مثال 2 مثال 3. سوال در کنکور چی تو آمده؟ این تو یک سوال جذر مثلا 31 x مثبت چه رقم باشه؟ x به توان 30 این تو این تو یک سوال باشه. فکرتان است سوال به این شکل باشه؟ 4 جواب نشته کنم، نظر به می 4 جواب نشته کنم. وای مثلا جذر 31 x مثبت 300 کل به توان 30 فکرتان است این تو دیگه جزی بی. وای مثلا جذر 30 x مثبت 300 کل به توان 31 جزی دیش. وای مثلا قیمت مطلقی همون 31 x به توان قیمت مطلق گفته رسیم جذر مثبت مثلا 300 باشه تو جزی 30 جزی دیش. وای مثلا قیمت مطلق خب باز جذر x به توان مثلا خب بازم هم مثل منفی 300 باشه. پرسان شد در نظر به همیز تابع داده شده از این سوال که 4 جواب است گفته کدام یکی از یا انتقاله کدام یک از یا انتقال افقیه. باز یک گپی دیگه هم است اومد در انتقال های گراف تابع سوال که در کنکور آمده یک جوابش یک رقم است، سه جوابش خلاصه یک جوابش از دیگرها متمایز است، تمیز میشن، فرق میشن. خب نظر به یا که ببینید این جوابش از دیگرهاش فرق میکنه دیگه، معلومه که فرق میکنه این جوابش. اگر خود تابع این هیچ انتقال نیست، اگر دانه دانه بگم براتون همین خودش است، 300 واحد بالا رفته، همین جام بگم 300 واحد بالا رفته، 300 واحد پایین آمده، 300 واحد به طرف چپ این خلاصه. کدامش انتقال افقی است؟ این انتقال افقی است، این جوابش. اصلا این تو تکمار یا یک نشانگر باز میریم در کنکور سوال سوم ببینین جزء الفش ایر تو دایره کا داره نه خو ایر می دایره کا پر میکنه باز سوال خودش حل دیگه. خب میریم سوال سوم سوال چهارم میشه در نظر بگیر، یک سوال کنکوری در نظر گرفتم درست بفهمید. وای مثلا چه رقم سوال بگیریم در نظر جذر x باشه. خب فکرتون باشه بازم 4 جواب بگیریم جزء a جزء b جزء c جزء d جزء e شم در اینجا در نظر بگیریم ببینید چی تو هواست. وای مثلا قیمت مطلقه x منفی 15 دیگهش وای مثلا قیمت مطلقه x مثبت مثلا 16 جزء وایش مثلا جذر x مثبت 17 دیگهش وای مثلا جذر x منفی 18 دیگهش وای مثلا جذر x مثبت 22 18 بود بیا به ترتیب رفتار رسیم به ترتیب پیش میریم منفی 20 اینی تو انتقال از یک بار بگم خوب متوجه باشیم این 15 واحد به طرف راسته یعنی خود x تغییر آمده انتقال افقی انتقال محور x 15 واحد به طرف راست این 16 واحد به طرف چپ این 17 واحد خود جذر x خود y تغییر آمده خود تابع تغییر آمده 17 واحد به طرف بالا این 18 واحد به طرف پایینه یکی از 19 واحد به طرف چپ 20 واحد به طرف پایینه این تو انتقاله که باید بفهمید سال چهارم سال پنجمش خود متوجه باشید. وای مثلا دو به توان x اگر داشته باشین تابع نمایی ببینید 4 جواب نشه کنم جزء اش جزء بیش جزء سیش جزء دیش جزء ایش ببینید. وای مثلا دو به توان x منفی 200 آها وای مثلا دو به توان x مثبت 30 وای مثلا دو به توان x مثبت 2 وای مثلا دو به توان x منفی 6 وای مثلا 4 ضرب دو به توان x یا چطو انتقال پیدا کرده فکرتون باشه. یک جزء اف هم بگیریم جزء اف جزء افش وای مثلا 3 به توان x ای تو مثلا کل اینا پاشا بفهمید این 200 واحد به طرف پایین 30 واحد به طرف بالا 2 واحد به طرف چپ 6 واحد به طرف راست این را نمیفهمید این را یکمی ساده بسازین این را چطور ساده میسازیم خب فکرتان باشه مساوی 4 دو بتان 2 کی نشه دو بتان 2 ضرب دو بتان x جوابش میشه دو بتان x مثبت 2 پس این هم دو واحد به طرف چی بوده دو واحد به طرف چپ بوده این هیچ تغییر نکرده نه هیچ تغییر نکرده هیچ انتقال پیدا نکرده خودش تابع تغییر کرده مقصد ده انتقال وجود نداره این چه گپ است که باید بفهمید اگر تابع تغییرات میآید مکمل شکلش تغییر میکنه
یعنی کم یعنی ضرب میشه یا تقسیم میشه، قواره سوال تغییر میکنه خود ترک بشه یا میپونده ناک ناک، انتقال که میکنه تابع خودش هست. دو بتانیکس که خودی تابع است، دو بتانیکس در کلی سوال ها میبینین، فقط یک عدد جمع شد بالا رفت، یک عدد کم شد پایین آمد، یک عدد جمع شد راست رفت، یک عدد کم شد چپ رفت. اون دیگه چپ و راستش هم کلی گپایش برای تان گفتم. یه تو سوالی که دیگه عمل کنم، خب از انتقال گراف تابع همه قدر دیگه برای تو. خب یک دو مثالی که دیگه هم بگم باز بس. حق قیمت مطلق گفتم، دیگه ازیاش هم گفتم، انتقال گراف تابع خصوصا در ترسیم گراف های مثلثاتی، گراف ساین ایکس و کوساین ایکس و اینان یک مقدار گفته بانم دمی ویدیو کیف بکنیم خلاصه. خب سوال اول بگیریم اینجا، اگر وای مثلا ببینین، خب فکرتان باشه ساین ایکس یک تابع، وای مثلا ساین ایکس مثبت 2، وای مثلا ساین ایکس مثبت 2، وای مثلا ساین ایکس منفی 2، وای مثلا ساین ایکس منفی 2. خب فکرتان باشه خود تابع ساین ایکس، ساین ایکس یعنی خودش جمع دو شده، دو وایت به طرف بالا. ببین در یک قوس فرق میکنه، این دو وایت به طرف چپ، این دو وایت به طرف راست، این دو وایت به طرف پایینه. یک پاشم باید بفهمید. این سوال دومی قسمت، وای مثلا اگر لوگ ایکس داشته باشیم، خب متوجه باشیم مثل نمی آوریست، وای مثلا لوگ ایکس مثبت 2، دیگهش وای مثلا لوگ ایکس منفی 2، وای مثلا لوگ ایکس منفی 2، دیگهش باشه وای مثلا لوگ ایکس مثبت 2. در قوسا فرق میکنه، مقصد فکرتان باشه. این دو وایت خود تابع لوگ ایکس است، دو وایت به طرف بالا، دو وایت به طرف پایین، دو وایت به طرف راست، دو وایت به طرف چپ. سومیش وای مثلا یکی بر ایکس اگر باشه تابع کسری، ببینید وای مثلا یکی بر ایکس منفی 10 ایتو باشه، دیگهش وای مثلا یکی بر ایکس مثبت 10 ایتو باشه، وای مثلا یکی بر ایکس منفی 10 ایتو باشه، وای مثلا یکی بر ایکس مثبت 10 باشه. فکرتون باشه بازم ای دو وایت به طرف راست، دو وایت به طرف چپ، دو وایت به طرف پایین، ده وایت به طرف پایین، ده وایت به طرف بالا. این دیگه پس باید بفهمید، فهمیده باشیم دیگه. خب بسیار زیاد تشکر، جور باشیم. یک سلسله بعضی موضوعات که بین درس‌ها باقی مانده باشه در آخر تابع کل میگپای جزی جزی را یک ویدیو جور میکنیم و خدمتتان قرار میدیم دیگه. نه و خدمتتان قرار میگیره. بازم تشکر، جور باشید. همه که کوشش میکنین، درس میخوانین، زحمت میکنین، ویدیو میبینین، نظر به او یک مقدار فکرتان باز بشه، کتابچه‌تان رو باز میکنین، بانک سوالات رو باز میکنین، کتاب رو سر میزنین، کتاب معرفه میبینین، آنها آماده میشین بخیر، قرنطینه بخیر خلاص شد، درس رو باز با سرعت خیلی مناسب با هم پیش میریم. وقتی مناسب میشه سرعت که زمانی که ما با شما هماهنگ بشیم و با درس ها رو بخیر خوب و به شکل خوب و خوبشش پیش ببریم. تشکر بازم، وقت خوش، ساعتتان تیر باشه. تشکر بازم.